درود بر شما. 12 بهمن ماه 1397 خورشیدی و 1 فوریه 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر دنبال جواب این پرسشیم که در 40 سالگی انقلاب 57 در کجا ایستاده ایم. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. قبل از پخش تقدیمی این هفته اشاره بکنم به فتواهای اخیر آیت الله خامنه ای. هفته پیش یادتونه که گفتم در پیوند با اعترافات ناشی از شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه و سپیده قلیان، روزنامه‌نگار آزاد که از سیمای آقایون پخش شد، آقای علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از آقای خامنه‌ای که رهبر شیعیان جهان هستند سوال شرعی کرده است که آیا این اعترافات اجباری با روند قضایی و کرامت انسانی منافاتی نداره، مخالفتی نداره و اصولا این کار شرعی و انسانی است، که دفتر رهبر معظم جواب داد که این پایگاه فقط پاسخگوی سوالات عام فقهی است و از پاسخگویی به سوالاتی که جنبه قضایی دارد معذوریم. حالا تو همین 2-3 روز گذشته کانال تلگرامی روزاروز چند تا از فتواهای تازه آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده. ببینیم، من بدون تفسیر عرض میکنم چه سوالات عام فقهی است. عیناً میخونم براتون برخی از مهمترین سوالات شرعی از رهبر انقلاب در روزهای اخیر. درباره لایک بیهجابی در فضای مجازی، لایک کردن. سوال: آیا لایک عکس افراد بیهجاب در شبکه‌های اجتماعی جایز است؟ اگر چهره فرد مشخص نباشد یا غیر مسلمان باشد چه حکمی دارد؟ جواب حضرت آیت الله خامنه ای: اگر تأیید و ترویج باطل و گناه محسوب شود جایز نیست. سوال: آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سر چه حکمی دارد و استفاده زن از لنز رنگی که تفاوت زیادی با رنگ چشم ندارد چه حکمی دارد؟ جواب آقای خامنه ای: آنچه عرفاً زینت و آرایش محسوب می شود باید از نامحرم پوشیده شود. سوال: شخصی که شغلش خوانندگی در مراسم عروسی است، در حال خوانندگی همراه با موسیقی لهوی دیگران را به رقص تشویق می کند، آیا درآمدش اشکال دارد؟ جواب آقای خامنه ای: دریافت حقوق برای این کار جایز نیست. انصاف، انصاف بدیم. هم آقای خامنه ای، اینا سوال عام فقهیه که آقای خامنه ای با سعه صدر جواب میدن. بعد پخش اعتراف ناشی از شکنجه سوال عام فقهی نیست و ایشون نباید دخالت کنن و جواب نمیدن. برای لایک کردن عکس زن بیهجاب تو فضای مجازی فتوا میده رهبر معظم. درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیونی که زیر مسئولیت مستقیم خود ایشونه جواب نمیده. چرا؟ فقط میشود دو جواب برای این سوال داد، خود ایشون که جواب نمیده. یکی این که میترسه بگه موافقم با پخش این اعترافات، چون دیگه حتی تو رسانه‌های داخلی هم میشه هدف بی‌تعارف و ترس، چون درباره این اعترافات حتی خود بدنه نظام، خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دربارش حرف میزنن و منتقدن بعضیاشون. از طرف دیگه میترسه بگه مخالفم با پخش این اعترافات، چون ما این حرف دیگه همه رشته‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و قضاییشو پنبه می‌کنه. یه نتیجه روشن هست: دروغ، ترس از حقیقت و شفافیت. یکی از آشکارترین نمادهای جمهوری اسلامی بعد از 40 سال حکومت روحانیت. بعد از اون ور این هفته گذشته مخصوصا از خبرها رو اگر نگاه میکردین، از هر 4 تا خبر یکیش مربوط به پرونده سازی برای فعالای کارگری بود. یکی از کسایی که هفته گذشته بازداشت شد جعفر عظیم‌زاده است، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که فعالان کارگری خوب میشناسنش در 20 سال گذشته، که چقدر زحمت کشیده برای اینکه به هر حال اتحاد صنفی کارگر رو حفظ بشه و خواسته هاشون عملی بشه، تومارهایی درست کرده، ده‌ها هزار تایی با امضاهای مختلف به نمایندگان مجلس داده، این سعی کرده از طریق قانونی پیش بره میشه و دغدغه 24 ساعتش
خلاصه منافع کارگر بوده. به ایشون و آقای عظیم‌زاده مجازات 6 سال حبس دادن به خاطر دفاع از حقوق کارگر. تقدیمی این هفته به 40 سالگی انقلاب 57. ببینید در مملکتی که روی کوی از ثروت نشسته، ایران اولین دارنده، دومین دارنده ذخایر نفت گازی دنیاست، چهارمین دارنده ذخایر نفتی دنیاست، تو چنین مملکتی فقر و بدبختی و فلاکت از سر روی این جامعه داره میره بالا، مگه میشه این وضعیت تموم پیدا کنه؟ توی مملکتی که کارگر حقوقش 5 برابر زیر خط فقره و اون وقت این حقوق به مدت 5 ماه پرداخت نمیشه، کارگر میره اعتراض میکنه، به شلاقش محکوم میکنن، تو ملعام به کارگر شلاق میزنن، کارگر رو 70 نفر رو تو هفت تپه به احضار کردن به دادگاه، گروه گروه کارگر رو احضار میکنن به دادگاه، اخیراً 20 نفر از کارگر هپکو رو احضار کردن به دادگاه. معلومه که در چنین مملکتی این وضعیت به همین شکل دوام نمیاره. در مملکتی که ارزم به خدمت شما گرونی و افزایش هزینه‌های زندگی مدت 40 ساله هیچ وقت متوقف نشده، هر سال ما با گرونی مواجه بودیم، 20%، 30%، 18%، 19% متوقف نشده، 40 سال شوخی نیست، مگه میشه این جامعه همینجوری بمونه ساکت باشه آروم باشه؟ توی مملکتی که دیگه زباله‌گردی برای سیر کردن شکم رواج پیدا کرده در عباد وسیع، توی مملکتی که توی تمام خیابوناش بچه های کار، کودکان کار، کودکان 5 ساله، 10 ساله، 12 ساله آواره خیابون ها، شیشه این ماشین پاک کن، 1001 بلایی که سرشون میاد، اونم در چه مملکتی؟ در مملکتی که روی کوی از ثروت نشسته. معلومه که در چه مملکتی وقتی در هر مملکتی چه این اتفاقی بیفته معلومه که کار به اینجا میرسه. در خدمت 4 مهمان گرامی امشب هستیم: آقای دکتر ناصر ظرفشان، حقوقدان در تهران، آقای مهندس حشمت تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، آقای دکتر مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه ملاردالن در سوئد، و دکتر فرخ زندی، استاد ارشد اقتصاد در دانشگاه یورک در کانادا. سپاسگزارم از هر 4 مهمان محترم که در امشب صفحه آخر حضور دارن. ما برای اینکه بحث این برنامه بتونه به یک سوال کلیدی پاسخ روشن بده، سعی میکنیم چیزایی رو که مفروض است و ثابت شده بهش نپردازیم تو این وقت محدود. مثلا این واقعیت که به دلیل بحران مزمن و گسترده اقتصادی اکثریت مردم ایران مخالف وضع موجوده، این دیگه ثابت شده است و مفروض. مخالفن چون با ادامه وضع موجود دوام نمیارن، قرض بیشتر بالا میارن، خانواده ها از هم میپاشن، سفره ها مدام آب میره، اعتیاد بیشتر میشه، مرگ و میر کودکان و غیره و غیره. تبعات همین وضع اقتصادی است که به قول جعفر عظیم‌زاده وضع رو به اینجا رسونده. بحث امشب، سوال امشب بر سر این است که با توجه به اینکه اکثریت جامعه دچار همچین وضعی هستن و از سال 88 تا امروز بارها شاهد اعتراض‌های وسیع همین اکثریت مردم علیه وضع موجود بوده ایم، چرا تغییر وضع موجود اتفاق نمی‌افته؟ آیا دلیلش تموم شدن انرژی مردم به خاطر تقلای مدام برای نون شبه که دیگه دغدغه تغییر رو ندارن؟ آیا صرفاً سرکوب خشن دلیلش یا دلایل دیگری داره؟ آقای زندی، اجازه بفرمایید که از شما شروع کنیم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. بسیار ممنون. درود خدمت جناب علی، جناب فلاحتی، درود خدمت مهمانهای عزیز و برجستتون و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه. خدمت عرض کنم که بغده من برحال فشارهای به شکل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که در طول این 40 سال روی هم رفته، جمع شده و انبار شده، یک جایی تیپینگ پوینت داره، یه نقطه در حقیقت سقوط داره، و من استنباطم بر این است که ما به اون مرحله، به اون نقطه رسیدیم. تحمل زیاد بوده، صبر و شکیبایی مردم زیاد بوده، ناباوری در بین افراد چاز زیاد بوده، و از همه مهمتر اینکه تداوم سیستم ناقص و شکسته و بحران زده از روز اول اقتصادی این رژیم ذره رو هم جمع شده و یه مرحله رسیده که شاید الان به اون مرحله نهایی باشه. حالا در هر صورت اون مرحله نهایی کی هست؟ مثل یک آتش فشانی میشه تشبیهش کرد که از خودش قرش نشون میده، به صدا در میاره، ازش دود بیرون میاد،
و ولی فورانش معلوم نیست که کی صورت بگیره. طبق تحلیلایی که من از خودم در داخل ایران میشنوم و دنبال میکنم، این جنبش و این انقلاب در حقیقت شاید در ایران شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه. فقط مسئله هست که آیا در خارج اپوزیسیون به چه شکلی میتونه با این جنبش داخلی همکاری بکنه. از نقطه نظر این که ما همچنین که شما بهش گفتید، ما نمیخوام تحلیل بکنیم که وضع اقتصادی چقدر خرابه، ولی خب میدونیم خیلی در حقیقت خراب هست، ولی نشانه ها و در حقیقت شواهد این خرابی و فاجعه خب هر روز زیادتر و زیادتر میشه. مثلا فرض کنید که از نقطه نظر اقتصاد کلان که به قضیه نگاه میکنی، ببینید که مثلا فرض کنید که چرا در ایران حد اکثر در سال 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد نشده، در حالی که مثلا فرض کنید که کشور لبنان که هم نظر جمعیت هم نظر منابع و ظرفیت بسیار بسیار ضعیف‌تر و کوچکتر از ما هست، از رکورد خیلی بهتر از ما داره. خب این نشانه برای این هست که به هر حال این ذره ذره این عدم علاقه سرمایه گذارهای خارجی به این مرحله رسیده که ایران تهی شده از سرمایه گذاری، و سرمایه گذاری داخلی هم خب صورت نمیگیره به خاطر که سپاه در همه جا نقش مهمی رو داره بازی میکنه، در تلکومینیکیشن هست، در معدن هست، در دخالت در سیستم بانکی داره، نفت و گاز کنترل میکنه و بخش خصوصی رو عملا از بین برده، و اون تولیداتی که داخل مملکت صورت میگرفته تا به امروز خب به خاطر اینکه خیلی از قطعات و مواد اولیه‌اش از خارج وارد میشه تحت تغییرات اقتصادی فعلی که ارز صعود کرده و کمبود ارز هست و فروش نفت کم شده، خب طبیعتاً به یه سختی دیگر رسیده. خب اخبار میاد بیکاری 50% جوان ها خارج از تهران و شهرهای بزرگ رو دارن نشون میدن، همچنین در گزارش هم بهش اشاره شد، تورمی هست که هیچ وقت در طول این 40 سال زیر 10% نرفته، و به یه جا رسیده که خب مردم به هر حال من فکر میکنم در حقیقت جنوشون به لبشون رسیده، ولی خب نباید اینو انکار کرد که بسیج و سپاه و نظام بسیار قهار هستند و خونخوار و بدون رحم. در نتیجه این که تا به حال شاید به یک نتیجه بیشتر از این، مثبت‌تر از این نرسیدیم، طبیعتا من فکر کنم که ناشی از اون باشه، ولی من بسیار مثبت هستم از اون نقطه نظری که در واقع حرکت و جنبش رو دارم میبینم، فقط اینکه به چه شکلی این گسترش عمومی پیدا بکنه و طبقاتی که قبلا مثلا فرض کنید که 10 سال پیش در تظاهرات دانشجویان، شهرنشینان بزرگ به خصوص در تهران شرکت داشتن، ولی در تظاهرات یک سال گذشته شهرهای کوچک بودن، طبقه پایین‌تر و فقیرتر بودن، اینها اگر در کنار هم یه لحظه که کنار هم قرار بگیرن، این رژیم علی‌رغم قهار بودنش نمیتونه جلو رو بگیره. سپاسگزارم. ببینید درباره بخش اقتصاد، بخش خصوصی یا بخش دولتی یا به هر حال بحث‌های مربوط به اینکه فی نفس، من نیازی نیست به اساتید محترم یادآوری بکنم که فی نفس بخش خصوصی خوب نیست، فی نفس بخش دولتی خوب نیست، اینا با توجه به وضعیت ایران هر چیزی به هر حال تعریف مشخص در شرایط مشخص خواهیم کرد. منتها خب تو این برنامه من عرض کردم، خواهش می‌کنم که خیلی نریم به این سمت که از سوال اصلی دور نیفتیم. آنچه که بنده دریافتم اساساً از صحبت‌های آقای دکتر زندی این بود که دو نکته، یکی این که سرکوب شدید و دوم اینکه فرمودند جنبش در ایران شکل گرفته و مهم این است که اپوزیسیون در خارج چگونه میتواند این جنبش با این جنبش هماهنگ بشه. خب آقای دکتر زرافشان گوش میدیم نظر شما رو در پاسخ به سوال اصلی برنامه. ضمن سلام به دوستان عزیز، مهمانان عزیز شما، پیش از هر چیز من اینو بگم که مطرح شدن این سوال در جامعه که بر مبنای یک واقعیت عینی مطرح میشه، خودش عقیم بودن مشها و روشهایی رو نشون میده که توی این چند دهه از طرف جریان‌های سیاسی دنبال شده. زیرا اگر اون روشها، اون مشها نتیجه داده بود، حالا این سوال برای ما مطرح نبود. اما برای اینکه یه خورده مشخص‌تر به سوال حضرت علی جواب بدم، اولا اینو بگم، هر نظامی هم مثل یه موجود زنده، هر نظام اجتماعی هم یک سیر حیاتی داره. این سیر عمدتا 3 مرحله است. یکی از تولدشه تا رسیدن به دوره بلوغ،
که اون نظام دائما در حال رشد و قوی تر شدنه. دوره دوم دوره بلوغه که در اوج شکوفایی و قدرتش مدتی رو هر نظامی طی میکنه، و دوره سوم دوره فساد بعد از بلوغشه که فساد و فرسودگی به تدریج میبردش به سمت مرگ. موجود زنده همینطوره، جامعه به عنوان ارگانیزم زنده در واقع بازم همینطوره، در دوره اول قدرت داره، اگر قدرت نداشت متولد نمیشد و رژیم قبلی رو از بین نمیبرد، از عرصه بیرون نمیکرد، و همه قدرت های بالقوهش هم به محض تولد اینها بالفعل نمیشه، طول میکشه تا عرض کردم تا زمان بلوغش، و در این دوران بلوغ هم مدتی طول میکشه تا منحنی سرازیر بشه به سمت فساد بعد از بلوغ. من گمان میکنم توی همچی مرحله ای هست. این از لحاظ عینی و کلی سرنوشته هر سیستمی، اما از لحاظ ذهنی و انسانی عذر میخوام آقای دکتر، الان میفرمایید در چه مرحله هست جامعه ایران؟ ما مرحله آخریم، تمام نشانه ها، تمام قرائن به روشنی حکایت از این داره که داستان سرازیر شده. اما از لحاظ انسانی اینو میخوام عرض بکنم که تقریبا گفتمان اصلاح طلبی در نصف عمر، نصف دوره سیطره جمهوری اسلامی، حدود مثلا 15 سال 20 سال، یه بخش وسیع از جامعه رو دنبال خودش کشیده، از میانه های دهه 70 تا چند سال قبل. این گفتمان همونطور که هممون میدونیم با تبلور خواسته ها و مطالبات مردم و از پایین شکل نگرفت، بلکه از درون بخشی از حاکمیت اومد بیرون، اما مورد استقبال مردم قرار گرفت، ازش حمایت کردن، کما اینکه در مقطعی به نامزد ریاست جمهوری این جریان 22 میلیون آدم تو این جامعه رفتن رای دادن، یعنی افتادن دنبالش. و این دوره در واقع دوره است که بخش های دوم و سوم اون چیزی که عرض کردم میپوشونه. نتیجه اون مدت، این 10-15 ساله چه شد؟ عملا هیچ. میدانیم که در واقع اگر بخواهیم گستره نفوذ اصلاح طلبی رو درست بررسیش بکنیم، دو تا چیز رو بعد از هم جدا بکنیم تا مطلب یه خود روشن‌تر باشه. یکی اصلاح طلبان درون ساختار قدرت، اصلاح طلبان حکومتی رو که سال 76 یا یه خود قبل و بعدش این گفتمان رو مطرح کردن، و یکی مردمی که به اینا دل بستن، مردمی که فکر کردن دستگاه قدرت از درون با تشدید تضادهاش به دست اصلاح طلبان تغییر خواهد کرد. خب این اعتقاد چقدر طول کشید؟ این انتظارات چقدر طول کشید تا کم رنگ بشه؟ حداقل یک دهه، حداقل بین 10 سال تا 15 سال طول کشید. من دارم به این سوال جواب میدم که چرا تغییری اتفاق نیفتاده و 22 میلیون نفر آدم با این توقع و این انتظار که با هزینه کمتر این سیستم از درون خودش تا به دست اصلاح طلبان اصلاح بشه، و نشد. دیدیم که نشد. گفتمان دیگری از ناحیه، بخش دیگری از نیروها تبلیغ میشد که بله بعد از عراق نوبت ایرانه، مدتی گفتن بعد از سوریه نوبت ایرانه، و قرار بود هر کسی از آسمان و یا زمین بیاد مشکل رو حل بکنه غیر از خود مردم ایران. تئوریزش کردن، بحث مداخله انسان دوستانه رو مطرح کردن، بحثای از این قبیل، و خب دیدیم که نه، خودمون تجربه کردیم، هیچ جای تاریخ هم هیچ قدرتی، هیچ ملتی نیامده از خون سربازان خودش، از جیب خودش، از پول خودش برای احقاق حقوق لگدمال شده ملت دیگری هزینه بکنه. به این کیفیت یه بخشی از مردم حدود 15 سال دنبال توهم اصلاح طلبان بودن. مردم چه میخواستن؟ تغییر میخواستن، توقع تغییر رو از اینا داشتن، اما متاسفانه اصلاح طلبان حکومتی دنبال استفاده مردم
برای تعیین سهم خودشون از کیک قدرت بودن. آمدن اون ناگزیرم بگویم استراتژی یکی از نظریه پردازان انقلابات مخملی رو که استراتژی فشار از پایین و چانه زنی از بالا رو مطرح میکنه گرفتند، رفتند پیش و برای فشار از پایین مردم رو وسیله و تلمس علیه قرار دادن. به جای گرفتن خواسته های مردم، مطالبات مردم، برنامه ای کردن اینها، به جای سازماندهی نیروی خودشون و نیروی مردمی که دنبالشون افتاده باشن، برای اون از بیرون مرتب نظریات وارداتی آوردن، از دالائی لاما گرفته تا ریچارد بورتی پیغمبر وارد کردن و دیدیم اون چیزی که شد، نتیجهش چه بود. خب حدود 15 سال 20 سال به این کیفیت گذشت. به این اضافه بکنید درآمد هنگفت یک دهه قبل ایران رو از نفت که بارها گفته شده است معادل هست با تمامی درآمد شروع استخراج نفت و فروش نفت در ایران تا قبل از این 10 ساله. خب امکانات پولی خارق العاده اینجوری طبیعتاً به طرف مقابل امکان مانور میده، دستشو باز میذاره. به این اضافه بکنید نگرانی مردمی که سرنوشت عراق و افغانستان و بقیه مسائل منطقه رو دیده بودن و این نظر که تبلیغ میشه که اگر خلایی از لحاظ سیاسی اینجا به وجود بیاد ما وضعی شبیه عراق یا سوریه یا افغانستان خواهیم داشت و با شرمندگی یه مقدار ویژگی‌های جامعه شناسی تاریخی و سیاسیمون رو هم که ما مردم رندی هستیم از لحاظ تاریخی، معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، و دوست داریم تو مسائل مختلف در حد ممکن هزینه ندیم ولی از مزایاش استفاده بکنیم. درآمد بی سابقه نفت بود، امکانات و قدرت سرکوب رژیم بود، این که توقع داشتیم دستی از آسمان یا از زمین از بیرون بیاد و سرنوشتمون رو روشن بکنه. تجربه منفی مردم رو هم بهش اضافه بکنید از وضعیت عراق و افغانستان تا به مجموعه عواملی برسید که موجب شد امروز در این نقطه باشیم. ولی به نظر من مهمترینش اینه که در نبود احزاب استخوندار و جدی که برنامه داشته باشن که واکنش مردم فقط حرکات واکنشی نباشه، که لازم باشه کارگری رو شلاق زده باشن تا اعتراضی صورت بگیره، سپرده های سپرده گذاران رو بالا کشیده باشن تا اعتراضی صورت بگیره، کارگران رو اخراج کرده باشن تا اعتراضی صورت بگیره، نه واکنشی بلکه ایجابی و به طور مستمر و سازمان یافته تحول اینها رو میخواد. و اون چه که عرض کردم به خصوص این دو تا جریانی که طی 15 سال گذشته در عرصه ذهنی حاکم بود به نظر من به تأخیر انداخت بسیاری از تحولاتی رو که امروز میبایستی شاهدش باشیم. ولی در هر صورت ما تو فاز گمان میکنم تو اون فازی هستیم که منحنی سرازیب شده است و مسئله مهم و اساسی مسئله تشکل و برنامه و چشم‌اندازه، باید در این جهت حرکت کرد. سپاسگزارم آقای دکتر زرفشان. تقریبا همه جیرتون رو مصرف کردین، معذرت میخوام. حدود 10 دقیقه صحبت کردین و البته بسیار بسیار استفاده بردیم، ولی در این زمان محدود امیدوارم بتونیم یه دقیقه و نیمی بعد برگردیم و از بیانات شما استفاده کنیم. خب خواهش میکنم آقای مهندس حشمت تبرزدی، من هیچی نمیگم، بحث آزاده و سوال مشخص، به صحبت شما گوش میدیم. خواهش میکنم. من هم درود میفرستم به دوستان عزیز و همه اونهایی که تصویر منو دارن و صدای منو میشنون. تکرار نمی کنم مواردی رو که دوستان عزیز بیان کردن، مورد تایید من هم هست و میخوام یکی دو نکته دیگری رو بگم که شاید در فرمایشات دوستان نبود. من بیشتر فکر میکنم که یکی از مسائل مهم ما مربوط به آلترناتیو هست. ببینید ما در واقع دولت ملتی هستیم که حداقل تا در 70-80 سال اخیر مسئله نفت در سرنوشتمون خیلی مؤثر بوده، خیلی اهمیت داشته. مسئله نفت چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی
نقش محوری رو داشته و همین دلیل هم کشورهای بزرگ دنیا به نحوی در امورات ما دخالت داشتن. یعنی شما هر جایی که وارد میشید میبینید که به هر حال دنیا به دلیل نفتی که ما داشتیم و موقعیت مهمی که ایران داره در منطقه نفوذ داشتن، تأثیر داشتن، دخالت داشتن در وضعیت کشور ایران و این دخالت ها گاهی مثبت بوده، گاهی منفی بوده و به ویژه در مورد دولت ها به نظر من دولت ها مثلا ما دو نهاد قدرت اساسی که همواره داشتیم، یکی نهاد روحانیت بوده و یکی هم نهاد پادشاهی. در درازای تاریخ بین نهاد روحانیت و نهاد پادشاهی همواره همکاری وجود داشته، البته گاهی سر تقسیم قدرت با هم دیگه یک بگومگوها و چالش هایی داشتن، اما در هر صورت با هم دیگه سازش کردن، کمک کردن و این دو نهاد قدرت تونستن نهادهای دیگه مثل مثلا نهاد کارگری یا طبقه کارگری یا بخش خصوصی و جامعه مدنی و طبقه متوسط رو در تأثیر قرار بدن. یعنی ما به همین دلیل به نظر من طی سالیان گذشته در دوران قدیم تا کنون هیچگاه نهادهای قدرتمند حزبی یا سازمانی نداشتیم، یا مثلا قدرت طبقاتی ما همواره با سرکوب روبرو بوده. سندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب و سازمان‌ها و مطبوعات مستقل هیچگاه نتونستن قدرت بگیرن، برای اینکه اون دولتی که سر کار بوده چه در زمان شاه که با همکاری روحانیت کار میکرد، شاه تا 28 مرداد که مشخصا با همکاری آقای کاشانی اون کودتا اتفاق افتاد و جریان ملی، جریان چپ، جریان آزادی خواهی سرکوب شدن، سندیکاها و اتحادیه‌ها سرکوب شدن و دولتی است که خیلی راحت نفت میفروشه و به وسیله فروش نفت حکومت میکنه. و در جمهوری اسلامی که خیلی بدتر شد، جمهوری اسلامی تونست از قدرت ایدئولوژیک خودش استفاده بکنه و تمام نهادهای مستقل رو سرکوب بکنه، نهادهای مدنی رو سرکوب کرد که این بحث سرکوب رو دوستان مطرح کردن و به همین دلیل بعد از این که توانست نهاد پادشاهی رو حذف بکنه و قدرت رو یکاسه کرد این نهاد روحانیت، ما روبرو شدیم با یک خلأ قدرت. به نظر من به مرور و طی 40 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی با زیرکی تمام همه نهادهای مستقل مدنی و سیاسی و از فرهنگیان و کارگران و دانشجویان و احزاب و سندیکاها همه رو سرکوب کرد و ما روبرو شدیم با خلأ قدرت، یعنی خلأ اون نیروی آلترناتیوی که بتونه مبارزات و اعتراضات رو سر سامون بده. بیشتر از اون یا رقابت با شاه و شاه می‌برد یا شیخ می‌برد. اینه که شیخ بر قدرت نشست و شاه رو هم کنار زد، متاسفانه اپوزیسیون‌های ما و نیروهای مستقل ما نتونستن توی این دهه‌های گذشته یه سر و سامون به خودشون بدن. خب این روشن. آقای مهندس صابرزادی، یک سوال رو بذارین در دل همین سوال مطرح بکنم که حالا در ادامه بحثم مشخص‌تر بهش بپردازیم. رهبری سیاسی اعتراضات چگونه به وجود میاد؟ دقیقاً همینطوری که عرض کردم. ببینید نهادها مثل سندیکاها، مثل اتحادیه‌ها، مثل احزاب که اینها از درون جنبش‌های اجتماعی می‌جوشن. یعنی جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش دانشجویان، جنبش فرهنگیان، جنبش هویت طلبان قومی و تمام جنبش‌های مربوط به تولیدگران. این جنبش‌ها وقتی که حرکت می‌کنن، فعالیت می‌کنن، تلاش می‌کنن، خواسته‌ها و مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنن، علل اصول از طریق سندیکاهاشون، سازمان‌هاشون، اتحادیه‌هاشون است و این سندیکاها و اتحادیه‌ها در پیوند با احزاب سراسری و سازمان‌های سراسری هستن که می‌تونن آلترناتیو اساسی یا اون رهبری سیاسی رو از درون خودشون به وجود بیارن. و این آلترناتیو ما و این جنبش دموکراسی خواهی و برابر طلبی ما دیگه جنبشی اولا دقیقاً با شیخ یا نهاد روحانیت درگیره، مستقیما با اون روبرو هست و ثانیا نمیخواد دوباره تن بده به نهاد پادشاهی. یعنی یکی از مشکلاتی که الان ما داریم همینه، خلأ قدرتی که گفتم همینه. و چون این نهاد و این آلترناتیو در واقع در سالیان طولانی سرکوب شده به لحاظ پایگاه اقتصادی، به لحاظ پایگاه اجتماعی، به لحاظ سازماندهی و تشکیلات همواره مورد سرکوب قرار گرفته، خیلی قدرتمند نیست. همطور که آقای دکتر زرفشان هم فرمودن، به نظر من البته خوشبختانه داره شکل میگیره و شکل گرفتن اون یکی از مهمترین پایه‌هایی است. چون شما الان تو جامعه وقتی که نگاه می‌کنم، چون که اشاره کردین، نارضایتی بسیار زیاد است، ناامیدی از وضع موجود بسیار زیاد است، اگرچه سرکوب شدیده،
اما اگر یک آلترناتیو وجود داشته باشه که جامعه بتونه به اون اتکا کنه و مطمئن باشه که این آلترناتیو قرار 4 گام جامعه رو از وضع موجود به جلوتر ببره، نه اینکه به قول ایشون مثلا به سرنوشت سوریه دوچار بشیم، به وضع مثلا لیبی بیفتیم یا چیزای دیگه. لذا هرگاه که جامعه احساس کنه در وضعیت موجود که جنبش در حال پیشرفته، در حال حرکت، اعتراضات گوناگون داشتیم، خود شما هم اشاره کردید، این بایستی که مطمئن بشه یک آلترناتیو دموکراتیک پیشروی مترقی ملی شکل گرفته که میتواند دوره گذار رو با هزینه کمتر اما با برنامه بهتر به ثمر برسونه. آقای طبرزدی، بذارید من درباره این آلترناتیو یک دور دیگه بگردم و بعد بیام خدمت شما، که مشخصا سوالم این است آقای دکتر درویش‌پور، از شما میپرسم افزون بر این که خب چرا این اتفاق نمیفته با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران خواهان تغییر وضع موجودن، این اتفاق نمیفته بعد از دیگه 10-15 سال اخیری که آقای زرافشان هم اشاره فرمودن، رهبری سیاسی اعتراضات یه نکته‌ای فرمودن آقای زندی، گفتن که جنبش در ایران شکل گرفته و مهم این است که اپوزیسیون در خارج چگونه میتونه این جنبش با این جنبش هماهنگ بشه. بگین دیگه، من اینا رو گفتم برای اینکه در واقع شما رو متمرکز کنم روی موضوع مشخص. خواهش. بله. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و به بینندگان این برنامه. من یک توضیح کوتاهی بدم ضمن تایید بسیار صحبت بسیار دوستان. برای اینکه یه انقلاب در جامعه شکل بگیره، صرف نظر از آنچه که به نام زمینه‌های عینی شناخته میشه یا زمینه‌های مادی، بحران اقتصادی، دشواری‌های به اصطلاح شکاف ملت و دولت، ما به فرصت سیاسی و جرقه انفجار هم نیازمندیم. اگر به مثلا انقلاب سال 57 نگاه کنیم، بعد از کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 50، بعد از اون دوره رشد کاهش پیدا کرد، گرانی، تورم و پاشنشینی و کاهش درآمد نفتی یک زمینه بحران اقتصادی در ایران ایجاد کرد، مسئله حقوق بشر و فشار آمریکا به حکومت شاه در واقع فرصت سیاسی رو ایجاد کرد در جامعه. ماجرای حالا شبهای گوته برخی میگن، برخی هم به اون حادثه قوم اشاره میکن، میگن در واقع اون شد جرقه انفجار که بعد از اون حرکت‌ها به شکل سلسله وار رفت تا سرنگونی اون نظام پیش رفت. اگر به این دوره نگاه کنیم، از یک سری تفاوت‌های جدی اما یک سری شباهت‌هایی هم برخورداره. این که در جامعه ایران در واقع درست مثل دوره حکومت پهلوی، یک حکومتی در دوره توسعه اش یه طبقه متوسط آفرید. این طبقه متوسط درسته که جیره‌خوار آن نظام بود، اما با توسعه اش در واقع مشارکت سیاسی می‌خواست و خاص دموکراسی بخشن خاص طبقه متوسط بود، هم در حکومت پهلوی، همان چه که در ایران در واقع ما گفتمان اصلاح طلبی که شاهد بودیم به نوعی صدای طبقه متوسط جامعه بود برای مشارکت سیاسی و شکستن اون انسداد سیاسی، اما که این هم به نتیجه نزدید مثل درست دوره حکومت پهلوی. اما توسعه بحران اقتصادی در جامعه ایران امروز طبقه متوسط جامعه ایران رو نمیگم آشونده، در به نوعی در منگنه شدید قرار داده. فقط 11 میلیون حاشیه‌نشین شهری داریم و این هرچی بحران‌های اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی بیشتر میشه، طبقه متوسط که در واقع علاقمند به یک نوع دموکراسی سیاسی بود برای به اصطلاح حضور موثرتر در جامعه، این موقعیت شکننده تر میشه. این پولاریزاسیون و قطب‌بندی از دیماه آن گذشته به این ور ایران رو در مسیر بازگشت ناپذیری قرار. من در مقالاتی نوشتم آیا ایران آبستن انقلابی دیگر است و به گمان من دیگر بر نخواهد کرد، بر نخواهد گشت به گذشته و گفتمان اصلاح طلبی هم به همین دلیل بیرنگ شده اساسا. خب در متن این پولاریزاسیونی که با آن روبرو هستیم، پاسخ سوال شما رو میخوام بدم که چرا پس انقلاب نمیشه. ببینید، ما پرسش اینجاست، اون فرصت سیاسی که بتونه اقتدار حکومت رو به عقب برانه آیا باهاش روبرو هستی؟ برخی ممکنه استدلال کنن فشارهای بین المللی امروز در کنار اعتراضات داخلی که از دیماه گذشته به این ور تقریبا بلا وقفه ادامه داره،
و تحریم‌های اقتصادی، شاید آن فشار سیاسی است که حکومت رو به اصطلاح متزلزل کنه، شکاف رو توش بیشتر کنه، به عقب برانه و به این ترتیب زمینه‌های حتی جرقه انفجار ایجاد بشه. شاید این باشه، شاید با توجه به اینکه این ممکنه سناریوهای نظیر تدارک حمله خارجی به ایران وجود داشته باشه، این بیش از آن که حکومت رو تضعیف بکنه، حتی بخشی از مردم رو مردد بکنه، نگران سوریه‌ای شدن ایران به نوعی مردد بمانن، در به رغم که منزجرن از حکومت، اما از ترس سوریه‌ای شدن ایران به راحتی پای یک انقلاب دیگر نره. این نکته بسیار جدی است. حتی در حوزه انقلاب، با توجه به اینکه انقلاب 57 به فاجعه جمهوری اسلامی منجر شد، یک نگرانی ضد آرمانی در ذهنیت جامعه عمل میکنه. نکته که جناب دکتر ظرفیان اشاره کردن و اون این که مردم میخوان با کم هزینه ترین بیشترین دستاورد رو داشته باشن. بنابراین اینکه آیا این فرصت سیاسی ممکنه تشدید فشار خارجی ایجاد بکنه و یا حمله نظامی، یا نه این برعکس عمل بکنه و شاید مرگ خامنه‌ای مثلا یک فرصت سیاسی ایجاد بکنه، یا نکته دیگری که ما دقیقاً در لحظه حاضر نمیدونیم، به نظر من فرصت جامعه ایران دنبال فرصت سیاسی است، برای اینکه این برآمدهایی که امروز نه به شکل اطلاع یابنده بلکه اعتراضات زنجیره‌ای، یه جا سرکوب میشه، مهار میشه، جای دیگه برآمد پیدا میکنه، بازاریان، کامیونداران، کارگران، گروه‌های اتنیک، دانشجویان، زنان و غیره، اینها در واقع از این پراکندگیش خارج بشه، به هم بپیونده. طبیعتاً خلأ آلترناتیو یک بحث بسیار درست و کلیدی است، و اما اینکه به استنباط من فکر بکنیم یک آلترناتیو در خارج از کشور میتونه در واقع راه حلی باشه، قطعا این کمک میکنه اعتماد به نفس در جامعه ایجاد بشه، اما آیا این کمک میکنه که جامعه به مسیر یک به اصطلاح انقلابی سوق پیدا بکنه، دستاوردهای دموکراتیک عدالت جویانه به دست بیاره؟ من مطمئن نیستم، بلکه فکر میکنم از درون مبارزات درون کشور آلترناتیوی اگر از اونجا شکل بگیره، اون به مراتب حتی اگر طولانی تر باشه، گزار مسالمت آمیز، کم هزینه تر و مطمئن تر رو که ایران رو نه در واقع به تمکین به جمهوری اسلامی در پی داشته باشه، نه مدل های سوریه‌ای و در واقع عراق و افغانستان. فکر می‌کنم مردم ایران به مدل تونسی فکر می‌کنن و دنبال اون راه هستن. شاید به همین دلیل که یک نوع خرد ناخودآگاه عمل می‌کنه که مبارزاتشون و تشکل‌ها رو دارن در متن این مبارزات ایجاد می‌کنن، و در این حال این باید با پیوند داخل و خارج معنا پیدا کنه. هر نوع روی کردی که فکر کنه ایران رو از خارج از کشور رهبری میکنه، مدل 57 که آقای خمینی کرد رو ایجاد میکنه، به نظر من بیشتر از آن که واقعا بتونه مدل آقای خمینی رو در 57 احیا بکنه، بیشتر میتونه مدل های چلبیسم رو در بر داشته باشه که من خیلی اونها رو سودمند نمیدونم. یک پیوند مبارزات داخل و خارج فکر میکنم خیلی مؤثرتر، کلیدیتر و به اصطلاح کم هزینه تر و مطمئن تر برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه، در این حال از بختک استبداد دینی کنونی به یک نظام مبتنی بر دموکراسی و عدالت گذار بید. خب ممنونم آقای دکتر زندی، خواهش کنم بفرمایید که مخصوصا شما این بحث رو مطرح کردید، مسئله هماهنگی آنچه که فرمودین اپوزیسیون در خارج با داخل. ببینیم بحثایی که الان شد به هر حال یک نتیجه گیری نظری می شود کرد از وضعیت ایران، وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران به طور کلی. اینو یه مقدار باریکتر بکنیم در این فرصت باقی مانده از برنامه، که باز هم خیلی عذر میخوام، جسارتا عرض میکنم، بعضی از مهمانان از آرزوها صحبت میکنن، آرزوهایی که مردم و فعالان سیاسی مدام دارن میگن، مخصوصا مردم عادی کف خیابون که ما میدیدیم تو تظاهرات میومدن، خب چرا کسی نیست که بیاد هماهنگ بکنه فلان بکنه. چگونه باید این اتفاق بیفته؟ خارج داخل همش صحبت می شود. من میدونم که هیچ چیزی صرفاً ارادی نیست، ولی اراده سیاسی هم همیشه کارکرد ویژه خودش داره. این چگونگی رو خواهش می کنم از الان تا پایان برنامه هر کدوم از مهمانان بهش بپردازم. تمنا می کنم آقای زندی بفرمایید. تشکر از شما.
ببینید همچی که مهمانان عزیز دیگه بهش اشاره کردند به درستی، در حقیقت من به این مسئله معتقد هستم که یه پیوندی باید بین داخل و خارج به وجود بیاد. آن چیزی که من تصورم هست اینه که حرکت در داخل ایران که به هر حال خیلی معتقدند در یک سال گذشته به خصوص و ادامه تظاهرات و اعتصابات خودجوش بوده و رهبریت نداشته، از یه نقطه نظر خب بسیار قابل تحسین و تقدیر هست و حالا ریشه های سیاسی و اقتصادی داشته چون نارو نمیشه اصلا سوا کرد، و از یه نقطه نظر اینکه به هر حال این تداوم نداشته و حالت زنجیره‌ای ادامه پیدا نکرده و با اینکه در بیشتر از 40-50 شهر مختلف ایران در سال گذشته تظاهرات بود و الان در بخش‌های صنعتی متفاوتی ما این ادامه اعتصابات رو داریم، نهایتاً این حالت زنجیره‌ای شکل نمیگیره که به عقیده من عدم وجود یک رهبری هست. آلترناتیو طبیعتاً می‌بایست در خود داخل ایران به وجود بیاد، ولی آیا اینکه احزاب، سندیکاها و هر شود که مؤسسات و اسوسییشن‌های مختلف اینها بتونند در داخل شکل بگیرند در فضای خفقان‌آور و سرکوبگر که در جریان بوده در 40 سال گذشته، من یه مقدار زیادی خیلی خوشبین نیستم. من فکر می‌کنم که یک هماهنگی خارج از ایران، من تصورم بر این هست که مثلا فرض کنید، شاید این مثال خیلی دقیقی نباشه، ولی مثلا فرض کنید در مورد ونزوئلا الان یک آلترناتیوی هست و اپوزیسیون هست که بعضی از کشورها ایشون رو نماینده واقعی انتخابات، یعنی منتخب میدونن، منتخب مردم میدونن، و رژیم فعلی رو آقای مادورا رو به رسمیت نمیشناسن. من در اون سطح نمیتونم صحبت بکنم و اصلا درست این صحبت بکنم، ولی یک هماهنگی خارج از ایران در کنار اپوزیسیون خارج از ایران که بتونه با ایران پیوند داشته باشه به عقیده من خیلی مهم هست. بعدی من برای سالهای بسیار زیادی کشورهای اروپایی به خصوص از فرصت طلبی اقتصادی خب استفاده کردند، از فرصتهایی که دستشون بود و چششون رو بستن. واقعیت این که با این تصور که رژیم نظام جمهوری اسلامی در واقع یه رژیمی هست که باثباته و تا یه حد زیادی وجودش به شکلی که هست برای منطقه مفید هست، و من الان فکر کنم که اون نظریه عوض شده و نظریات اگر به شکل مثلا فرض کنید در چند سال گذشته کانادا تنها کشوری بود که به قول معروف شمشیر رو از رو بست و مخالفت خودش با جمهوری اسلامی اعلام کرد و سفارت ایران در کانادا رو بست. در زمان ریاست جمهوری قبل از آقای ترامپ خب طبیعتاً در امریکا این داستان نبود، در اروپا هم که اصلاً به این شکل نبود. همونجوری که یادمونه هست چندین سال پیش، البته خیلی تاریخ مرتب تغییر، زمان عوض میشه، تاریخ هم تغییر میکنه، آقای جک استراو به ایران رفت برگشت گفتش که در ایران یه جور دموکراسی وجود داره، و اون نظریات خب طبیعتاً باید امروز عوض شده باشه. و من فکر کنم که نسل جوان در ایران خیلی نقش مهمی رو داره بازی میکنه، سوشال میدیا بسیار نقش مهمی رو میتونه بازی بکنه در اطلاع رسانی، و ولی در نهایت شما وقتی در امریکا مشاهده میکنید که ما لابی که در امریکا داریم که روی کنگره کار میکنه، روی ادمنستریشن امریکا کار میکنه، فقط تا امروز لابی نایک بوده و به رهبری آقای تریزا پارسی، و در مقابلش هم فقط تنها نیروی اپوزیسیون مجاهدین بوده و نیروی دیگه در کار نبوده. خب نشانه ضعف اپوزیسیون وقت من هست در خارج از ایران که میتونه نقص بیشتری بازی کنه. ممنونم آقای دکتر زندی از یورک کانادا. خب آقای تبرزدی، خواهش میکنم 2 دقیقه وقت دارین، تمنا میکنم جمع‌بندی کنین در پاسخ. البته خدمت شما عرض کنم که من عرض کنم اولا ما فرصت سیاسی که داشتیم، آقای دکتر مهداد درویش مهدادپور فرمودن که منتظر فرصت سیاسی باید باشیم و مقایسه کردم با سال 57، به نظر من فرصت سیاسی کم نداشتیم. ما جنبش 78 رو داشتیم، جنبش 88 رو داشتیم، جنبش 96 رو داشتیم و حرکت هایی که امسال داشتیم، و در حوزه مربوط به جنبش های اجتماعی و خواسته ها و مطالبات اجتماعی صنفی سیاسی هم
ما نمیتونیم بگیم که هیچ حرکت سازمان یافته ای نبوده، یعنی مثلا معلم‌ها، کارگرها، دانشجوها، زنان و سایر طبقات اجتماعی به نحوی تشکل‌هایی ولو اینکه به شدت زیر ضرب بودن و هستند داشتن، اونقدر هم حرکت خودجوش نبوده به جز حرکت‌هایی که دیمای 96 اتفاق افتاد. لذا یک نوع سازماندهی نسبی وجود داره، اما بحث بر سر اینه که جامعه‌ای که الان ما داریم و زیر سرکوب شدیده و از اون سو هم از سوی شبه دموکراتی هایی که اصلاح طلب نامیده میشن و هرچنگایی یک انتخاباتی هم برگزار میکنن، همواره اون جامعه تهدید میشه که اگر حرکت کنید و بخواید از جمهوری اسلامی گذر کنید حتما به سرنوشت سوریه تبدیل میشید. اینجا جامعه نیاز به یک آلترناتیو فراطبقاتی یا فرا جنبشی داره، یعنی یک آلترناتیوی که قرار هست مدیریت گذار رو بر عهده بگیره از مرحله جمهوری اسلامی به مرحله یک نظام دموکراتیک سکولار و آزاد. اونجاست که ما معتقدیم میبایستی که آلترناتیو، البته در درون کشور با توجه به مبارزات درون و هماهنگ با درون شکل بگیره با حضور همه اپوزیسیون‌ها در درون و بیرون. یعنی اینجاست که اپوزیسیون‌های خارج از کشور میتوانند با درون کشور هماهنگ عمل کنند، نه یک اپوزیسیون وارداتی، نه یک مثلا چلبی اینکه از خارج کسی رو برای معلم کنند، بلکه آن چیزی که در زمینه عینی مبارزات وجود داره در جامعه اما پشتیبانی بشه، هماهنگ بشه و عموم مردم به ویژه توده‌ها امید پیدا کنند که این حرکت با رهبری جمعی و متشکل میتونه به یک سرانجام خوبی برسه. ببینین یک کلمه فقط خواهش می‌کنم جواب بدین، آیا مبنا باید شرایط عینی جامعه ایران باشه یا مبنا باید رایزنی‌های سیاسی بین فعالان سیاسی در خارج و فعالان سیاسی در داخل باشه؟ مبنا باید جنبش عینی در درون کشور باشه و اون سوی قضیه هماهنگ بشه با داخل. سپاسگزارم ازتون. آقای درویش پور 2 دقیقه خواهش میکنم. بله، نخست اینکه من مفاهیممو دقیق به کار بردم، بر سر انقلاب برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی گفتم که فرصت سیاسی جنبش دهه 88 که جنبش مثلا رأی من را پس بده بود، جنبش سرنگونی طلبی نظام نبود. بنابراین بحثم بود اون فرصت سیاسی که این اقتدار رو در واقع در هم بشکونه که بتونه زمینه به اصطلاح عروج مبارزات در سطح میلیونی رو فراهم بکنه، ما هنوز در با اون فرصت سیاسی نمیدونیم روبرو هستیم. آیا این فشارها به اون منجر خواهد شد؟ یک نظریه بر این میگه، یک نظریه دیگری منتظر اینه که در واقع فرصت سیاسی لازم با گسترش یک شکاف جدی در اقتدار و حاکمیت منجر بشه که گرچه ترس فرو ریخته، تحقیر ترس شروع شده، اما با همگانی شدن تحقیر ترس زمینه یک انقلاب همگانی فراهم بشه. نکته دوم من گفتم راجع به این که این اعتراضات، گفتم اتفاقا خصلت زنجیره‌ایش حفظ شده، خصلت به اصطلاح، و اصلا فکر نکردم که امروز مثل آقای دکتر عذر میخوام، با توجه به اینکه فرصتی نداریم بزنین برنگردیم به بحث گذشته، 30 ثانیه حد اکثر شما وقت دارین به این سوال جواب بدین. تمنا میکنم که آیا مبنای اون چیزی که خلأ سیاسی آلترناتیو وجود دارد میفرمایید، آیا مبنا شرایط عینی جامعه ایرانه یا مبناش رایزنی هایی که دیگه دیر شده و بینه و باید انجام بشه، یعنی خیلی عقب افتاده، رایزنی های سیاسی بین فعالان سیاسی، رهبران سیاسی احزاب و در خارج از کشور با فعالان سیاسی در داخل، این رایزنی ها باید انجام بشه که زودتر به هماهنگ برسن، یا اینکه شرایط عینی است حالا شاید به اون صورت که شما میفرمایید مثلا منتظر فرصت سیاسی؟ به نظر ما در مرحله‌ای هستیم که این حرکت ها به هم پیوسته خواهد شد. من پیش بینی پیامد شکل‌گیری یک انقلاب دیگر رو در ایران دارم و فکر می‌کنم این حرکت‌های اعتراضی به هم پیوسته خواهد شد. با آن معنی شرایط عینی هر چه بیشتر رشد پیدا بکنه، فشارش رو به اپوزیسیون برای همگرایی بیشتر خواهد کرد. در این حال ما نمیتونیم تماشاچی باشیم، منتظر باشیم تا مردم خودشون به خیابان برسن بعد یه فکری بکنیم. باید به گمان من هر دو پروسه رو در کنار یکدیگر دنبال کرد، هر کدومشون روی دیگری تاثیر خواهند گذاشت و برجسته‌تر خواهند کرد. ممنونم آقای دکتر درویش پور از سوئد. آقای دکتر زرافشان آخرین صحبت، یکی دو دقیقه بیشتر، کمتر از 2 دقیقه وقت داری، خواهش می‌کنم. بله، عرض کنم خدمتتون، اتفاقا بسیار ضروری است. من به دوست عزیزمون آقای فرخ زدی این رو عرض بکنم که نه،
اون داستانی که اشاره کردن به ونزوئلا، اون کلاه برای سر ما بسیار گشاده و به هیچ وجه جاش ایران نیست. به طور مشخص در جواب سوالی که شما مطرح کردید باید عرض کنم اصل شرایط عینی درون کشوره و وقتی این شرایط به نقطه ای رسید که درد زایمان در جامعه شروع شد، زبان خودش رو پیدا میکنه جامعه، آدم های خودش رو پیدا میکنه و بسیاری از این صحبت هایی که ظرف دهه های گذشته وسیله سرگرمی بوده رو اصلا خواهد رفت و رفت. معروفه میگویند که ایرانی ها میدونن چه چیزی رو نمیخوان اما نمیدونن چی رو میخوان. با همین روش بریم پیش. من میخوام بگم چه چیزهایی نیست. اولا آلترناتیو خارج کشور مطرح نیست. نظر من خارج کشور باید هماهنگ با جنبش عینی درون کشور بشه. ثانیا اون دو تا توهمی که دو دهه ما رو تلف کرده و برده که بهش اشاره کردم، این دو تا توهم هم که مطرح نیست. نه آلترناتیو خارج کشوری کاری ازش ساخت است به نظر من به تنهایی و به اون کیفیتی که مورد نظر آقای زندی است، و نه اون دو تا توهمی که در داخل کشور 20 ساله گذشته رو سپری کرد. رهبری برآمد تشکیلات امری خلق و سائه نیست، باید پذیر هم نیست. طبقات طی مبارزه مستمرشون خورده خورده آدم‌های رو می‌شناسن که مسئولیت‌های سخت‌تر و خطیرتر رو به عهده می‌گیرن، امتحان پس میدن، خریدنی و فروختنی هم نیستن. اینا میان بالا و خود جریان اینها رو به وجود میاره. بسیار ممنون. این جریان هم تو ایران سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر زندی، آقای دکتر زرفشان، آقای مهندس صبرزدی و آقای دکتر درویش پور که منت گذاشتن و در این برنامه شرکت کردن. بریم پرده آخر. یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. گهواره امام زمان علیه السلام و آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات؟ شب و روزگار خوش.